خب بریم سراغ سوال 64 گفته چه از موارد زیر از نظر درستی یا نادرستی با عبارت مطرح شده هماهنگ است خب عبارت مطرح شده گفته تقریبا سه چهارم حجم آبکره در دریاها و اقیانوس ها قرار دارد بچه هواستون باشه سه چهارم سطح زمین و آب پوشونده ولی 97 درصد از این آبها توی دریاها و اقیانوس ها هستن پس این عبارت در واقع نادرسته خب حالا ببینیم اینها کدوماشون نادرسته اول این جمله میگه دریاچه درون قاره علیصد به علت پایینتر بودن سطح آبهای زیرزمینی از کف قار به وجود آمده است پس اگه پایینتر بود سطح آبهای زیرزمینی که نمیومد تو قار رو بگیره پس حتما این بالاتره دیگه پس این غلطه دومی گفته در قسمت هایی که جنس سنگ های ساحلی در برابر فرسایش مقاومند شکل ساحل به صورت صخره و پرتگاهی است درسته چون فرسوده نمیشن در برابر فرسایش مقاومند همیشه این در واقع به صورت پرتگاهی هستن و سفت و سخت هستن این ساحل ها. هنگام وقوع زمین لرزه و آتش زیردریایی زیر دریایی امواج بزرگی در دریا ایجاد می شود که با آن آبتاز یا سونامی می درسته در مناطقی از کره زمین که میانگین دمای هوا کمتر از 0 درجه سلسیوس است بارش تنها به صورت برف دیده می شود نوشا. اغلب بیشتر اوقات ولی بارون هم می باره ممکنه تگر کم بباره پس دو تا از این جمله ها مثل جمله داده شده نادرستن پس جواب سوال 64 میشه گزینه 3